به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف هفتم امیدوارم که جانتان جور و سعدمند باشید شاگرده عزیز به مضمون ریاضی بسیار خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما درس ریاضی رو با هم دیگه میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل پنجم مسلس ها و چندزلی ها درس 13 ما و شما امروز به خیر میخوانیم و عنوانی که ما و شما امروز باید بخوانیم چی است پذیری دو مثلث قائم زاویه حالت دومش حالت دومش چی است حالت وتر و یک زل زاویه قائمه اگر یادتان باشد ما و شما گفتیم برای مثلثها حالت کلی سه حالت ما و شما داریم که می توانیم ثبوت کنیم دو مثلث ما و شما انتباق پذیر است حالت سه زل درست است حالت دو زل زاویه بین و حالت دو زاویه و زل بین درست است اما اگر یادتان باشه درس گذشته گفتیم ما برای مثلث های قائم زاویه علاوه بر دو از سه حالت که ما و شما داریم دو حالت دیگه داریم یک تاش درس گذشته خواندیم چی بود حالت وتر و یک زاویه حاده و امروز هم حالت دومش رو میخوایم چی است حالت وتر و یک زل اضافه قایمه درست است پس ما برای مثلث های قایم زاویه پنج حالت داریم اون سه حالت کلی برای همه مثلث پس برای مثلث های قایم زاویه هم درست است و برای مثلث های قایم زاویه دو حالت دیگه هم اضافه تر داریم صحیح است خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما و شما همین و یک نکته شاگرد عزیز امروز فصل ما شما خلاص میشه این فصل ما خلاص میکنیم صحیح است پس میریم سر تخته و درس شروع میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است حالت انتباق پذیری دو مثلث قائم زاویه کدام حالتش حالت وتر و یک زاویه یک ضلع زاویه قائمه اگر یادتان باشد گفتم که در مثلث های کل در همه مثلث ها سه حالت ما و شما داریم درست است اما در مثلث های قائم زاویه اون سه حالت هم داریم دو تا حالت دیگه هم اضافه تر خاندیم. پس حالت چی است پس من نوشتم پس انتباق پذیریه. مسلس های قایم زاویه مسلس های قایم زاویه کدام حالت شد؟ حالت دومش حالت دومشی است نوشتن میکنم. حالت وتر دقت کن شکر حالت وطر و یک زل زاویه قایمه حالت وطر و یک زل زاویه قایمه که وطر و یک زل نوشتن میکنیم سیست؟ خب شاگرد عزیز اگر ما و شما دو تا مثلث قائم زاویه داشته باشیم پس دقت کن بعد من شکلش نشسته کنم بکشم شکلش دو تا مثلث قائم الزاویه قائم الزاویه خب میفهمیم چی هست یک تا زاویه چی دارد 90 درجه دارد و به ضلع روبر به زاویه 90 درجه میگیم وتر مثلث صحیح به عنوان خب شاگرد عزیز من گفتم کمی رسامیم خوب نیست شما خودتون دقیق بکشین مثلث باشد A B و C یا باشد D E F سعی است شاید دقت کنید. گونه نسل وات رزی هست 5 سانتی متر. وات رزی هم هست چی؟ 5 سانتی متر. خوب انیزلش هست 3. انیزلش هم هست 3 سانتی متر. یا هست 3. انی هست 3 سانتی متر. انی هم باشد 3 سانتی متر. خب شاگرد عزیز اگر درس گذشتهاتون باشد گفتیم اگر ما در مثلث قائم زاویه وترها با هم مساوی باشد یک تا زاویه حاده حاده این از 90 درجه کمتر و هم مساوی باشد می نتیجه بگیریم که دوتا تا مثلث ما و شما چی است انطباق پذیر است یعنی دیگاه خود به خود مساوی میشن آلی در به این شکل است ما بگیم اگر وتر دو مثلث قائم زاویه دقت کنید شاگرد عزیز، حتما باید قائم زاویه باشد از این حالات استفاده کنیم صحیح پس وتر با هم مساوی و به جای یک زاویه حاده یک تا زل به ما و شما بگه اینی زل با این زل یا بگه اینی زل دیگه با اینی زل فرق نمیکنه صحیح پس ما و شما دقت کنید شاگرد عزیز میگیم وتر ما و شما ای سی است ای سی مساوی با وتر دای مثلث دی اف است دی اف چرا دلیل چی است چون 5 سانتی متر است خود سوال به ما و شما داده پس مساوی با 5 سانتی متر صحیح و دیگه چی زل بی سی مساوی بازل با ضلع ای اف است پس با ضلع ای, ای اف چرا چون باز دلیل خودش و ما و شما چند داده 3 سانتی متر داده سه سانتی متر پس از هم چون مثلث ها قائم زاویه سیر میفهمیم نکته بسیار مهم است دا. دقت کنید شاگرد عزیز حتما باید مثلث ها قائم زاویه باشد ما از حالت وتر بتونیم استفاده کنیم چون اگر مثلث ما و شما قائم زاویه نباشد، وتر ندارد. صحیح خب حالی از این دو ما و شما میتونیم نتیجه بگیریم که دو مثلث ما و شما چی است انطباق پذیر است یعنی مثلث ABC بی سی الان مثلث نوشته میکنم کنم پذیر است یعنی گفتیم سمبول سمبول چی است انطباق پذیری با مثلث DEF با مثلث D E به e, حالت چی به حالت وتر و یک زل اضافه قائمه رو به شکل نوشته می کنیم دقت کنید به حالت و سی شاگرد و ز نوشته میکنیم میشه وتر و یک تا چی یک تا زل اگر یادتون باشه درس گذشته به حالت وتر و یک تا زاویه قائم زاویه حاده بود دیگه نه او رو به شک شکل میکردیم و و یک تا ز زاویه نمیشتم میکردیم یه از چه هست وتر و یک تا زل پس شاگرد عزیز پس چه فهمیدیم چه رقم شد حالت آخر ما و شما همی بود دیگه گفتیم در مثلث های قایم زاویه ما سه حالت کلی هم داریم دو تا حالت دیگه هم برای مثلث قایم زاویه داریم یک تا وتر وط... و یک زاویه حاده یک تا دیگه هم چی هست که امروز خواندیم وتر و یک زل زاویه قایمه سایس خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم چند تا مثال دیگه از کار میکنیم که دقیق بفهمیم چی میشه مثال با ما ماش به ای سوال گفته گفته که در یک مستطیل یکی از قطرها را رسم کنید و ثبوت کنید که دو مثلث تشکیل شده یا ایجاد شده با هم انتباق پذیر هستند پس نوشته کنیم. در یک مستطیل یکی از قطرها را رسم کنید و ثبوت کنید که دو مثلث تشکیل شده با هم چی هستن؟ انتباق پذیر هستن با هم انتباق پذیر هستند سیست چقدر عزیز سوال است اگر دقت کنید یادتون باشد این سوال قبلا هم کار کردیم ولی با دیگه حالت سیست با او حالت کلی مسلس ها حالا من میخوایم همین سوال با چی کار کنم؟ با حالت انتباق پذیری مسلس های قایم زاویه چرا قایم زاویه؟ چون ما شکل میکشم میفهمیم مسلس ها قایم زاویه میشه چون ما این رو میفهمیم که بستتیل زاویه های چند درجه است 90 درجه افت آفرین پس مثلث ها چی میشه قائم زاویه میشه پس ما این کار میکنم دقت کنید حل به شکل ما ولی یک مستطیل میکشیم برای خود مستطیل خود میفهمیم چی هست که شکل در درست است مستطیل چارزلی است که زل های با هم مساوی و موازی است زاویه هایش هم 90 درجه است یعنی باشد A, بی سی و دی یعنی مستطیل ما و شماست پس A بی با دی C مساوی است چون چی است طول مستطیل است و ای دی با B C مساوی است چرا چون عرض مستطیل است خب حالا گفته یکی از قطرا را رسم کنید یکی از قطرا خب میتونیم قطر اس قطر خب میفهمیم چی است قطر چی است که ا رو بسی وصل کنیم یا بی رو بدی مستطیل دو قطر دارد گفته یک شرف کن. پس من چی کار میکنم من ا رو بسی بس میکنم فیست شما میتونید بی بدی بس کنید فرق نمیکنه یکی رو رسم کردیم حالا گفته ثبوت کنید این دو مثلث با هم چی است انطباق پذیر است پس مثلث ا، دی سی و مثلث ا، بی، سی یعنی تو مثلثه گفته ثبوت کن که با هم انتباق پذیر است. خب شاگرد عزیز در مست... در مستطل ما میفهم زاویه چند درجه است؟ زاویه ها 90 درجه است. اینو میفهمیم. خب چون زاویه 90 درجه است پس یعنی دو مستطیل ما و شما چی میشه انتباق چی است مثلث قائم زاویه میشه درست است و ما باید ثبوت کنیم که انتباق پذیر است پس اردو دو مثلث ما و شما قائم زاویه است ما میتونیم از حالت های مثلث زاویه استفاده کنیم خب شاگرد عزیز پس من نوشتم میکنم در مثلث پایینی در مثلث ADC وتر ما و شما چی است گفتیم وتر ضلع روبرو به زاویه 90 درجه است آفرین پس در مثلث پایین وتر ما و شما چی میشه شاگرد عزیز باند با دیگر رنگ بکشم وتر ما و شما ال سی میشه AC سی وتر در مثلث پایین است در مثلث بالا وتر چی میشه شاگرد عزیز در مثلث بالا هم وتر چی میشه امی ای سی در مثلث بالا هم وتر میشه چون این در روبرو به زاویه 90 درجه در مثلث بالا هست پس ای هم وتر در مثلث پایین است هم وتر در مثلث بالا هست سیست. پس نوشتم میکنم شاگرد عزیز دقت کنید میگیم ای سی مساوی است با AC چون وتر مشترک است هم در بالا هم در پایین نوشته می کنیم چی مشترک یا تا که شاگرد عزیز گفتیم که هر چیزی که ما و شما نوشته می کنیم مساوی باید دلیل برش داشته باشیم بدون دلیل ما و شما قبول نمی کنیم ثبوت قبول نمی شه پس گفتیم AC با AC مفاهیم چرا چون مشترک است وقتی مشترک باشه با هم مساوی دیگه خب دیگه چی دیگه شاگرد عزیز حال شما میتونیم بگین AD در مثلث پایین با BC مساوی چرا چون آفرین چی است شاگرد عزیز ارزهای مستطیل هستند در مستطیل ما و شما میفهمیم که ارزها با هم چی است مساوی پس AD دی مساوی است با بی سی چرا چون ارز مستطیل هستند چون ارز مستطیل شاگرد عزیز شما میتونید بگید دی سی با ای بی هم است اون چی است چون طول های مستطیل هستند خود دیگه نیاز نیست از دو سیست است چون میفهمیم فهمیم مثلث ها قائم زاویه است پس ما میتونیم از همین دو نتیجه بگیریم وتر و یک زل گفتیم پس چون شاگرد جای نیست ما اینجا نوشته می پیش جای نیست من اینجا نو نتیجه میگیریم که دو مثلث ای دی سی ما و شما ای دی سی من انتباق پذیر است با مثلث چی؟ A B C آفرین مثلث A B C علامه مثلث هم نوشتن میکنیم خب شاگرد عزیز حالتش چی میشه به حالت چی گفتیم یک تا وتر گفتیم و یک تا زل اضافی قایمه گفتیم پس میشه به حالت به حالت وتر و یک تا زل اضافی قایمه صحیح شاگرد فهمیدین چی رقم شد دیگه نه پس عزیز و گرامی من ثبوت کنم که اگر در یک مستطیل یکی از قطرها را رسم کنیم دو تا مثلث که تشکیل میشه یا ایجاد میشه با همدیگه چی هستن با همدیگه انتباق پذیر هستن از کدام حالت استفاده کردم از حالت مثلث های قایم زاویه شاگرد از ای ما قبلا کار کرده بودیم با حالت چی با حالت دو ذل بین کار کرده بودیم نه او در حالت کلی مثلث بود حال ما میتونیم به جای که از او کار کنیم از مثلث های قائم زاویه کار کنیم خب شاگرد فقط فکرتون باشه نکته میشه که این حالت های مثلث های قائم زاویه باید فکرتون باشه مثلث های ما و شما حتما باید زاویه 90 درجه داشته باشد چون اگر زاویه 90 درجه نداشته باشد وتر ندارد صحیح است پس اگر مثلث ما و شما قائم زاویه نباشه باید از, از سه حالت اول کار کنیم اما اگر قائم زاویه باشد میتونیم از دو حالت هم کار کنیم درست است پس شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم یک تا مثال دیگه هم کار میکنیم از این خب شاگرد عزیز یک مثال دیگه هم کار میکنیم و درس امروز ما و شما خلاص میشه پس مثال دقت کنید مثال ما و ما شما این شکل داده یعنی مثلث با ما و شما داده دقت کنید این مثلث با ما و شما داده است ا ب سی و وسط دقیقا سیر سی را با ما و شما داده میانه سایس گفته میانه ای دی را ما و شما رسم میکنیم سایس خب شاگرد عزیز دقت کنید در مثلث متساوی ساقین ما و شما میفهمیم البته سوال لایشا کن کار میکنیم پس دقت کنید مثال در شکل مقابل مثلث ABC متساوی ساقین است مثلث ABC متساوی ساقین است متساوی ساقین است سایست؟ متص... مت... به این شکل نوشتیم متساوی ساقین به این شکل بگیم بهتر است متساوی ساقین و ایدی میانه میباشد. باشد سیست و ایدی میانه میباشد. میانه میباشد. ثبوت کنید که دو مثلث ای بی دی و ای دی سی دو مثلث ای بی دی و ای سی دی یا دی سی فرق نمیکنه ای بی دی گفتیم چرا سی نوشته کردیم ای بی دی ای بی دی و ای سی دی سیست دو مثلث ثبوت کنید که ای بی دی و ای سی دی مس... علامه مثلث بارش میمانیم سیست انتباق فضیر هستند خب شاگرد عزیز دقت کنید کار میکنیم ال یا ثبوت به شکل نوشته میکنی شکل به ما شما خود سوال داده گفته مثلث ABC بی ساقین است یعنی چی ABC بی ساقین است یعنی که AB با AC سی مساوی است یعنی که مساوی درست است خب و گفته که چی شاگرد عزیز گفته که AD هم میانه است AD میانه یعنی چی یعنی که دقیقا شاگرد عزیز میفهمیم که اینی با اینی زل چی است مساوی خب یک نکته شاگردای عزیز ما ایر میخوایم از حالت های قائم زاویه کار کنیم از حالت عادی خب میفهمیم دیگه نه چرا چون این مثلث این خود ABC مثلث ABC ساقین است پس زاویه های بی و زاویه C هم با هم مساوی است دیگه پس این ساق که ساق مساوی است این زل بنی زل مساوی است زاویه بینش هم مساوی است پس این دو مثلث انطباق پذیر میشه با حالت چی با حالت دو زل و زاویه بین صحیح تازه ما میتونیم به حالت چی هم کار کنیم به حالت زل هم کار کنیم میگیم AB با A سی مساوی است B D با DC C مساوی است چون گفته میانه است دیگه میانه وقتی میگیم میانه است یعنی B D با D C مساویست مساوی است و A D هم مشترک است پس به حالت سزل هم میشه کار کرد که با هم انطباق پذیر است حالا من میخوام میرم چه کار کنم از مثلث‌های های قائم زاویه کار کنم این در ما شما این نکته را میفهمیم که اگر مثلث ABC ما و شما متساوی ساقین باشد میانه را ما و شما رسم کنیم میانه دقیقا با ارتفاع یکی میشه یعنی زاویه هاش 90 درجه میشه در مثلث چه متساوی ساقین میانه زاویه چی میشه 90 درجه میشه خب حالی شاگرد عزیز چون مثلث قائم زاویه شد پس ما میتونیم از حالت مثلث قائم زاویه کار کنیم خب AB با AC چی است وتر ما شماست که مساوی است بنا به خود سوال چون گفته مثلث چی است متساوی و ساقین است و دیگه چی دیگه بی دی با دی سی مساوی است چون گفته میانه است یا میتونیم بگیم ای دی مشترک است فرق نمی کنه پس حالت وقت و یک, ز... یک زل یک ذیل زاویه قائمه میشه صحیح پس ما به شکل میکنیم میگم که چون مثلث ای بی سی متساوی ساقین است متساوی ساقین است پس دقت کن شاگرد از چون ادی میان میانه است پس زاویه دی با, دی, اک با بی دی دو چی میشه؟ 90 درجه میشه پس زاویه دی یک است با زاویه دی دو مساوی است با چند درجه مساوی است با 90 درجه پس مثلثات چی اند قائم زاویه است پس ما میتونیم از چی از حالت قائم زاویه هم کار کنیم پس این سوال تو با چند حالت میتونی ثبوت کنی حالا ما قائم خایم... چون درس ما و شما مثلثات قائم زاویه است نازو کار میکنه صحیح پس به این میشه حالا که چی شد 90 درجه شد قائم زاویه شد پس میریم میگیم که AB با AC مساوی است شاگرد عزیز دقت کنید AB مساوی است با AC چرا چون ساقهای مثلث هست دیگه چون مثلث ABC متساوی ساق است نوشتن میکنیم چون ABC متساوی و است یا نوشتن میکنیم بنا به خود سوال چون خود سوال با ما و شما داده دیگه چی دیگه میتونی بگی AD با AD مشترک است یا میتونی بگی BD با DC چی است چرا چون خود سوال گفته AD میانه است وقتی میا نباشه یعنی بی دی با دی سی مساوی میشه من از مشترک نمیشته بکنم فرق نمی میگم بگم ای دی مساوی است با ای دی چرا؟ چون مشترک است صحیح؟ آلی از یاردو اردو چون از من نتونم نتیجه بگیرم فقط هم یه دیگه خلاص چرا؟ چون مسلس قائم زاویه شد پس ای بی با میشه وطر ما و شما پس نتیجه میگیریم که مثلث ای. ای بی دی ای بی دی. انتباق پذیر است با مسلس ای دی سی ای دی سی به حالت چی شاگرد عزیز؟ به حالت وتر و یک زل اضاویه قایمه پس شاگرد عزیز دقت کنید این سوال شما با چند چه طریق میتونید کار کنید از حالت چه سه زل هم میتونید کار کنید از حالت دو زل اضافه بین هم میتونید کار کنید صحیح از حالت وتر و یک زل اضافه قایم هم کار کنیم ما چون درس ما و شما مثلث قایم اضافه است از این حالت کار کردم صحیح شد شاگرد عزیز خب پس شاگرده عزیز من تختر پاک کنم و اگر وقت بود یک تا مثال دیگه هم کار میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی وقت ما و شما خلاص شده پس درس ما و شما خلاص میشه درست است و ما و شما درس امروز خواندیم چی بود آلت چی مثلث های انطباق پذیر مثلث های قائم زاویه حالت وتر و یک زل اضافی قائم شاگرد عزیز و گرامی پس ما اینم تیک مارک میکنم پس درس امروز ما و شما خلاص شد و شاگرد عزیز کارخانگی تمرین های صفحه چند صفحه 148 کتاب حل میکنید و به ما روان میکنید از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 شاگرد عزیز و گرامی پایان فصل پنجم فصل پنجم ما و شما خلاص شد و بخیر خیر درس بعد فصل شش ما و شما شروع میکنیم درست است شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک و مهربان می